ترمودینامیک، بخشی از علم شیمی که در مورد تغییر انرژی، راه‌های انتقال انرژی، خود به خودی بودن واکنش شیمی و کمیت‌های دیگه بحث می‌کنه. در مورد ترمودینامیک باید به موضوع خیلی مهمی پی ببریم. دقت کنید. ترمودینامیک چیست؟ گفتیم علم خاصیه، یعنی ما شیمی رو میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم، ترمودینامیک و سینتیک شیمیایی. در مورد ترمودینامیک میگه ماده انرژی دارد و این انرژی میان همه ذره‌های سازندش به طور غیر یک نواخت توزیع میشه، یعنی انرژی به طور یک نواخت در ماده ما در ذرات تقسیم نمیشه. هر ماده میتونه به مقدار معینی و قابل اندازه گیری انرژی جذب یا دست بده. پس مواد ما میتونن با توجه به علم ترمی مقدار انرژی از دست بدن یا مقدار انرژی جذب کنن و در یک کلام انرژی مبادله کنن. در سامانه ها، در مواد ما، در واکنش شیمیایی همیشه با مبادله انرژی اکثرا همراه است، اما محدود واکنش هایی داریم که مبادله انرژی ندارن، یعنی انرژی اولی با انرژی پایانیشون برابره. پس ما میتونیم به حالت کلی بگیم مواد ما، واکنش های ما، فرایند های ما میتونن مبادله انرژی داشته باشن. حالا این ویژگی های یک ماده در علم خاصی از شیمی بررسی میشه یا شاخه ای از علم تجربی در نظر میگیریم به نام ترمودینامیک. پس در حالت کلی واکنشی که در مورد مبادله انرژی، راه‌های انتقال اون بحث میشه، علم ترمودینامیک رو در بر میگیره. دقت کنید، ترمودینامیک آنقدر وسیع است که افزون بر مطالعه تبدیل شکل‌های مختلف انرژی و راه‌های انتقال آن به پرسش‌های کلی‌تری از جمله دلیل انجام شدن یا نشدن فرآیندهای فیزیکی و شیمی در شرایط معین پاسخ میده. یعنی گفتیم ترمودینامیک راه‌های انتقال انرژی، مبادله انرژی، از دست دادن یا گرفتن رو که بررسی می‌کنه، اما میاد انجام شدن یا نشدن، یعنی مقدار انرژی آزاد گیبز، دلتا جی رو بررسی می‌کنه. می‌تونه آنتروپی رو بررسی کنه. در حالت کلی میگیم علم ترمودینامیک دلتا هاش، دلتا اس و دلتا جی رو می‌تونه محاسبه کنه. دقت کنید. سامانه و محیط پیرامون. در علم ترمودینامیک ما یه سری اصطلاحات داریم. اصطلاحات اولیه که باید به راحتی یاد بگیریم. کاربردهای زیادی در قسمت‌های بعد باشون داریم. کاربرد داره. باید بدونیم تعریف اون به چه صورتیه. مثلا در ترمودینامیک به بخشی از جهان که ما انتخاب می‌کنیم و مورد مطالعه قرار میدیم که بیا ببینیم آقا این مقدار بخش جهان انرژی از دست داده، گرفته، مورد به چه صورتیه، به اون بخش از جهان میگیم سامانه یا سیستم. پس دقت کنید، حالا هر چیز دیگه‌ای که پیرامون سیستم ما قرار داشته باشه، سامانه ما قرار داشته باشه، میشه محیط. یعنی شما اگه در نظر بگیر یک فنجون چای داغ و یک فنجون یه لیوانو می‌خوایم مبادله انرژی در نظر بگیریم، اون میشه سیستم یا سامانه ما. فضای اطراف و پیرامونش میشه محیط. دقت کنید به تعریفات بعدی. مرز سامانه تعریفش چیه؟ میگیم دیواره‌ای که سامانه رو از محیط جدا می‌کنه، میگیم مرز سامانه. که این مرز سامانه میتونه دو نوع باشه، حقیقی یا مجازی. مرز حقیقی، شما یه اتاقی رو در نظر میگیری به عنوان سامانه، در، دیوار، سقف و کف‌های این اتاق به عنوان مرز سامانه حقیقی معرفی میشه. اما مرز مجازی، مرزی که مشخص نیست، مثلا ما از قبل میدونستیم هوا از 4 لایه مختلف تشکیل شده، اما مرز مشخصی بین لایه ها وجود نداره، حالا اونجا میگیم مرز مجازی. که گفتیم تعریف کلیه سامانه و محیط و مرزش برای ما خیلی مهمه.